سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگر. توی ویدیو با خودم. چرا من نمیگی؟ نشنسن یه بچه تو بچه ها توی ویدیو به تو اگه تو باشه استوری کردم که به تو گفتم که خوابای عجب غریب دیدید برام بفرستید. تو به ازم بنویسی بهتر. آره خواباتون رو تعریف کردید، حالا میخوایم با هم دیگه بشنویم. اینستاگرام منم اینه، اینستاگرام من اینه، حتما فالو کنید. گفتم از موقعیت استفاده کنم. بله. منم بگم بله، بریم چه خواباتون رو گوش بدین. اولین من گفتم زیاد زیر نویس کن. هیچ کدوم رو باز نکردم، گفتم موسه اولین بار میشته میبینیم، یعنی first reaction. تو هم که حالا دیگه من کسی دیگه قطعا نیست. سلام که چی شهر داشتم قدم زدم بخواه، یا دیدم تمام مردم از یه طرف داد و بیداد میکردن، یکی هم مبارده بودم تو شهر. بعدش از او دیدم کلی از یه دایناسور ها خوب با اسکیت بورد از تو ابرا اومدن پایین با اسکیت بورد دایناسور ها با اسکیت بورد از تو ابرا اومدن پایین با گیتار با جیتار بیت داداش خواب اسیدی دیدی. گفتم که شام سنگین نخور. شام اسید خورده فکر کنم اصلا دیگه حواست به خود باشه. آه خواب تو تعریف کن. دیوونه است میگم میگی نه چند شب پیش خواب دارم برای سینا تعریف کردم. آخه برزو ارجمند وای سایدم رو میگم. ببین 100 نفر آدم میخواستن منو بکشن، بعد یه جایی بودیم که همه ایرانی بودن. خب حالا نمیدونم تو ایران بودم، تهران بودم، یا حالا مثلا توی چنم یه جای دیگه بودم، ولی همه ایرانی بودن. 100 تا ایرانی میخواستن منو بکشن آقا. باشه از... نه تعریف کنم از بزرگ به کوچیک می‌خواستم منو بکشه، الان منو کشته. بعد یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که یک آقایی به اسم برزو ارجمند که بازیگره، دو سال فکرم اسمش یادم بیاد، می‌خواستم خواب واسه تعریف کنم، می‌خواست منو بکشه. بعد چاقو رو آورد اینجوری نزدیک پهلوی من، نوکش رو کرد تو پهلو من، خواب پریدم. بعد به من خیلی عجیبه که تو خواب من چیکار می‌کرد. برزو چشای من نگاه کن. یه دقیقه نگاه کن. چی شده؟ یعنی من آخرین باری که به ایشون فکر کردم شاید 10 سال پیشم نبوده. قهوه تلخ بود؟ بوده؟ اصلا اسمش هم یادم نمیاد. سه سال سرچ کردم یادم میاد. اصلا اون اسمش من میگم؟ نوست گفتم؟ من سرچ کردم خودم بهت گفتم. تو گفتی؟ یعنی در این حد که نه اسمش تو ذهنم بود، نه اصلا بهش فکر کردم، ولی تو خواهد من چی کار میکرد؟ منم خوابای عجیب میبینم. نکنه بچهش خودی فهمه بعد ناراحته، بچهش داره ویدیو ما رو نگاه میکنه بعد میگه من میگه کامنت ها بنویسید. اگه بچه ای آقای برزو حتماً اینجاست کامنت خوش دستشو ببره بالا. اصلا نمیدونم بچه داره یا نه، شاید چه داشته باشه. یه خواهرزاده برادر. خواب بعدی، خواب بعدی چه عموینون داشتیم بازی میکردم که دیگه هوی نور سبز عجیب غریبی اومد، بعد نمیدونم چیکار کردن. چی شد برنجا رو برداشتن ریختن تو ماشین، رفتن اونجا، رفتن زیرش، برنجا رو داشتن میختن رو زمین. من نمیدونم برنج چی میگفتی وسط اون نور سبز چی میشه به اسهال میده. نور سبز اومده رفتن برنجا رو ریختن تو ماشین، رفتن تو نور سبز و برنجا رو خالی کردن. چرا من خوابم خیلی داغونه، خوابای من بد داغونه. خواب بعدی. سلام سینا. سلام. خوب باشه برای که تایم ویدیو زیاد نشه. من سری خواب آورم. دست شو بدم. یه روز تو خودتن اومده بودید مهمون خونه ما. من ویدیوهای کوثر عزیزی اصلا نمیبینم، ولی نمیدونم چطوری اومده بود مهمون خونه ما. بعد من بودم و مامانم بود و دوتا داییام و کوثر عزیزی و تو خودتن. خب چی شد؟ یکی از داییام خواست من سورپرایز کنه، یه همچین چیزی، یه دستگاه خریده بود که هر جای خونه میبرید انرژی منفی رو میگیره تو خودش. بعد ما خواستیم اینو تست کنیم، بردیم یه جای خونه انرژی منفی رو بگیره تو خودش، یا هممون رفتیم تو دستگاه پرد شدیم تو 1000 سال آینده، دیدیم پورتال همه باشد. با توفنگای الکتریکی دارم به هم تیر میزنم. نمیدونم چی قبل خواب خورده بودم که این خواب دیدم. یعنی چی هممون رفتیم؟ اصلا ببین من نقدر انرژی مثبت
خب خیلی، یعنی چی؟ یه پورتال مثل ریکن مورتی باز شده، یه نکته داره. یعنی در آینده یه دستگاهی تولید میشه که انرژی منفی رو میگیره. بس ربطی به انرژی منفی نداره، اسم دستگاهی اینه که انرژی منفی رو میگیره ولی سفر در زمانه. آها از اون نظر ببین روش کار کن، رو همین دستگاه شاید اختراع کنه. بعدی سلام سینا. سلام خودتان چطوری؟ من دعاتون رو خیلی دوست دارم. من بالاخره کی سلام علیک. سلام عزیزم. راستش یکی از خوابای عجیبم اینه که من وقتی 6 یا 7 سالم بود خواب دیدم که توی خوابم چند بار از خواب میپریدم، یعنی این که اوه خیلی بده. مثلا توی خواب از خواب میپریدم میومدم بیرون با مامانم حرف میزدم و دوباره بعد یه ها از خواب میپریدم میومدم از اتاق بیرون با دوست مامانم حرف میزدم دوباره یه ها از خواب میپریدم، یعنی این که توی خواب حس میکنم چند بار از خواب پریدم ولی خواب بودم. خیلی بده. بعد چیز عجیبش اینه که من یه ها توی عجیبه خوابم اینه که مثلا میدیدم روی دستم دارن آدمکای کوچیک فوتبال بازی میکنن. عجیب بود آخرش. خوب اینو گفت یادی چیزو تو تعریف کردی. باشه 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 در مورد خوابش بفهم. دوتا اولشو گوش دادم تا خب یه عادی برای همه هم پیش میاد گهی از تو خواب هی به پنیم فکر دوباره خواب باشیم اینا، ولی این آدم های کوچیکا رو دست این جیجی فوتبال بازی کردن. بچه ها خوابای اصیلی میبینن و انقدر اصیلی نیست خوابا. خال تعریف ولی یه بار یه خواب دیدم یارم خیلی هم بچه بودم، تازه اسپایدرمن یک اومده بود. هنوز یادت هست؟ من خیلی دوست داشتم پوسترش و پتوم هم اکس اسپایدرمن بود، خیلی دوست داشتم. بعد خواب دیدم تو خوابم هوش خواب دیدم که عنکبوت مثل اسپایدرمن منو گاز میزنه، بعد چیز میشم نه گاز نیش نزد من اسپایدرمن شده بودم. بعد تو خوابم گفته ای بابا این چه خوابه، بیدار میشم مثلا واسه اینا. بعد تو خواب بیدار شدم من دیدم نه هنوز اسپایدرمنم. بعد زخ یعنی آره بعد میشم بعد بیدار شدم دیدم کلا همش خواب. آخه خواسته اسپایدرمن شد. باور میشه کل خواب رو یادمه؟ هر اتوبوس ها میسریدم اینجوری. اخدا خواب بعدی. سلام سینا آزم. سلام خوب باشه. از سری خواب هم میگم من عجیب تن خواب این بود که داشته مستند میدم، مستند تو خواب داشته یا مستند دیدم حالا نمیدونم مستند خواب فرقی. بعد داشته میدم گوینده گفت که این فرد همش در حال آتش سوزیه، یعنی مثلا افتخار داره مثلا این چیزا. بعد من روی پنجره خوابیده بودم، یه دفعه پنجرم رو نارنجی شد. چی شد؟ همزمان با اون کلمه آتش سوزی ساختمان رو روبروی من به ترس عجیبی آتش گرفت. من دیگه تعجب کردم دیگه. فقط تعجب کرد پیش میاد خوابای اسیدی با بچه ها. من خواب عجیبم این بود که یه بار خواب دیدم که من توی فضا بودم، بعد داشتم کله ملق میزدم و نزدیک میشم به زمین، یه تلویزیون قدیمی هم دستم بود، از همینه که صفحشون خیلی بزرگه و اینه، یکی از اونا هم دستم بود و کم کم داشتم نزدیک زمین میشم، داشتم اخبار میدیدم تو فضا. اخبار داشتم میگفتش که یه شهاب سنگ داره با سرعت زیاد و ما نمیدونیم چیه، بعد یه داره بزرگ و بزرگتر میشه. من هرچی نزدیکتر میشدم هرچی حرکت میکردم بیشتر اندازم بزرگ میشد. بعد داشتم اخبار رو میده، خیلی عجیب بود برام. نمیدونم داشته اخبار میده همزمان تو اخبار رو گذاشته میگفت شهاب سنگ داره میاد، بعد شهاب سنگ خودش بوده. چجوری خواب رو میبینن؟ من در حد برزو ارجمن خواب میبینم. یه خواب نمیدونم خیلی طولانی فکر کنم. سلام سینا. سلام. خسته نباشی، امیدوارم همینجور فرقازت پیش بری و فالوه برای بیشتر، سابسکرایب های بیشتر بیشتر و بیشتر. من دوست دارم تره کنی یه به تره کنی. راستش من چون یه مقدار تو بحث ماورا طبیعی و اینو دخالت دارم، نه خیلی، شاید بگم یه کوچولو. ببین میخواد بارو دعوت کنه فرماسونیشی فکر کنم چرا؟ دعوت میکنه داری میگه دیگه. من ادعایی هم ندارم. خب خواب عجیب زیاد میبینم، یعنی عجیب که نه، خب یه سری پیام ها توش هست و اینکه خب تو بیداری هم خب یه سری چیز ها میبینم و اتفاق میافته برام. چند وقتی از خواب دستشون راحت شدم. خواب عجیبی که دیدم وایسا جذاب شد خیلی خوابم، مثلا چند بار
تهدید شدم تو خوابا توسط شیاطین. یا مثلا یه بار که خواب دیدم، یعنی ندیدم، چجوری بگم، حس کردم، احساس کردم دارم میسوزم، یه جایی بدنم داره میسوزه، شدید میسوزه، برق گرفتگی و نمیدونم خورشید و هر سوزشی که فکر کنید مثلا بسوزونه، این بیشتر بود، همراه بود درد، سوزشش خیلی زیاد بود، عادت سوخته دسته. بعد میدار شدم و اینا، و چون یه مقدار ارتباط دارم با روحم، بابا داداش نکن، داداش منو بردن جهنم، داداش نکن این کارو، داداش که به ذهنم رسید و مطمئنم که این اتفاق افتاده، چون اون حالت سوختن و اون حالت زجر کشیدن فرق داشت با حالت این برد، خیلی ترس. سیز من تعریف کنم، میدونم باور نمی کنید، من خودم باور نکردم موقع، ولی دیدم باور کردم، ولی تعریف کردم. یه دوست داشتم، اینم برای دوران دبیرستانم بود، بعد پسرم تو فاز جنوینم نبود و بعد تعریف کرد که آره یه خوابی دیدم، مدرسه هفت صبح نه اوف، آره خواب دیدم که تو خواب با یه نونم چیچی دعوام شد، مثلا جنومن و اینا، بعد زده تو پام درد میکنه فلان و اینا، بعد چک نکردم پاشو، بعد نیم هی مثلا داره پاشو میخارونه اینا، نمیدونم چی بود، نگو جای دستش، پاشو داد بالا، پاش کبود شده بود، نمیدونم عباس خارونده بود، ولی قشنگ گفتم این چه مش زده تو پاش، دارم میترسم من، واقعا موقع ترسم، آب مقدس معمولا... دارین؟ من معمولا نمیترسم، آب مقدس بچه، آب مقدس چیزی درست میکنه، میخوام درست کنم داشته باشم گوشه خود، خواب بعدی یه دبه 4 لیتری بزنم یه گوشه، به هر حال نیاز میشه آقا، باید داشته باشم، الان بچه میدونه، آب مقدس تو فیلم ها، بگید به این کامنت ها دیگه، بگید فیلم ترس کنی میزنم رو میزنم، آه داری مسیر ویدیو ما عوض میکنم، خب میخوام بدم آب مقدس چیزی درست بشم، خواب بعدی. سلام سینا. سلام. من کلا خوابای عجیب غریب زیاد میدیدم، حتی تو خودم خیلی خواب دیدم، یکی از خوابایی که ازت میده بودم این بود که تو رئیس شرکت کوکاکولا، همینه، منم کارمندت بود تو آشپزخونه، من کارمندت، اصلا خواب خوبیه. یکی از خوابای عجیب غریب دیگه هم که دیده بودم این بود که من خواننده مورد علاقه ام BTS و خواب دیده بودم که اونا اومدن ایران، بعد محرم یه سر کردن توی هیئت دارن، فکر تو هیئت، عجب خواب خوبی دیدی، فکر کنم رئیس دست تو بعدا، من کارمند منی، تو فیلمت نمیام و گربت نمیشم، ببین تو کارخونت نمیام و کارمندت نمیشم، ببین کوکاکولا اسمش چی بذارم، سیناکولا نمیستن زمزم اسم میکنه مثلا، برو بابا بچه خوابش اینه حتما میشه دیگه، چرا خواب ما رو میبینم بچه، واقعا شاید من میشم رئیسش، نمیشه، عشقشو دارم، هدفم، ولی من کارمندت نمیشم، آدم اوکی میشه بشم، نمیشه بچه، اون یه ویدیو گرفتم گفتم بفرستید برای شرکت کوکا، مثل این کار نکردید، چون ریاکشنی ندیدم ازش، شاید هم برشون مهم نیست، نه مهمه، باشه. خب بچه ها ببخشید نتونستیم همه رو پلی کنیم چون خیلی طولانی میشد، بله تا ویدیوی بعدی، دستتون درد نکنه، خلاصه تا ویدیوی بعدی، خدا تا ویدیوی بعدی من لایک کنیم.